آقای دکتر میلانی، صحبت بی بی سی کردین، در اونجا هم من دیدم یه مقاله منتشر شده زیر عنوان آمریکا مجموعه اسناد کودتای 28 مرداد رو منتشر کرده و گفته است که وزارت خارجه آمریکا برای نخستین بار کتاب اسناد مرتبط با کودتای 28 مرداد که به سرنگونی دولت دکتر محمد مصدق منجر شد را منتشر کرده است. راه رو بی خودی اونجا بوده. من فکر کنم یکی دو نکته در این بخشی که شما خوندید به نظر من دقیق نیست. اولا اول بار نیست وزارت امور خارجه آمریکا رسما برای نقشی که آمریکا داشته پوزش خواسته. خانم آلبرایت چند سال پیش این کار رو در دوران کلینتون کرد. دو، این مجموعه همه اسناد نیست، یه منتخبی است از اسناد، بخشی از یک کتاب، کتابش در واقع من کپی کردم، داشتم همین میخوندم قبل از اینکه شما لطف کنید زنگ بزنید. این مجموعه کتاب هایی است که در آمریکا چاپ میشه، هر از گاهی وزارت امور خارجش چاپش میکنه، عنوانش است روابط خارجی آمریکا، Foreign Relations of the United States. صدها نسخه، صدها جلد از این تا به حال در اومده. شما خواندین این بخش ایران رو؟ این همش بخش ایرانه، یعنی هزار صفحه است که دیروز منتشر شده، این هزار صفحه است که از دیروز در اومده و من هنوز فرصت خوندن همش رو نکردم، سعی کردم که بعضیاش رو میخواین همش رو بخونین؟ بله همش رو که حتما میخونم، بله همش رو حتما میخونم، ولی قسمت مربوط به ماه مرداد رو همین از دیشب تا امروز خوندم که ببینم چیز عجیب غریبی هست که شاید در نتیجه اون مثلا باید روایت کتاب نگاهی به شاه رو که یه بخشی در مورد این ماجرا هست تجدید نظر کرد. خوشبختانه جزئیات جدیدی درش هست، ولی در کلیات به نظر من حرف زیر و رو کننده روایت تاریخی، حداقل اون روایتی که من میپذیرم، بعضیا میگن که آمریکا هیچ نقشی نداشته، بعضیا میگن فقط آمریکا نقش داشته، هیچ کس دیگه نقش نداشته، اون روایتی که من در کتاب نقش آژاکس چی بوده آقای دکتر؟ بدون شک پروژه‌ای به اسم آژاکس بوده، جزئیاتش هم اینجا هست، بسیاری از اسناد دقیقش هست که نشستن بحث میکنن چیکار بکنیم چیکار نکنیم، کی قابل اطمینان، نامه هست از آقای روزولت، کیم روزولت، که من برخی از مخارجی که باید حد خرج بکنم براش قبض میتونم بدم، بعضی از اینا رو نمیتونم قبض بدم، این جزئیاتی است. ولی اینکه پروژه آژاکس وجود داشت مورد انکار آدم که تاریخ دقیق اون دوران رو مطالعه کرده باشه یا کوچکترین نگاهی به این اسناد قبلا کرده باشه نبود. من نمیدونم چجوری میشه مدعی منکر این شد که پروژه آژاکس بوده. بس اصلا سر بودن پروژه آژاکس نیست، بس اینه که اون پروژه چه نقش تعیین کننده ای آیا داشت در اون چی که در 28 مرداد اتفاق افتاد، یعنی آیا آمریکایی‌ها بودن که دکتر مصدق رو انداختن یا عوامل متعدد دیگری از جمله آژاکس به این قضیه انجامید. شکی در این اسناد نیست که این عوامل متعددی در این زمینه در کار بودن. همین اسناد رو مثلا میخوندم، آمریکایی‌ها وقتی شروع میکنن در فکر این که مصدق رو بندازن، گزارش بهشون میرسه که تیمسار زاهدی هم در فکر این قضیه است، یه عده‌ای هم دور خودش جمع کرده و دارن برنامه ریزی میکنن و آمریکایی‌ها خیلی زود سعی میکنن ببینن برحال برنامه اینها چیه، برنامه زاهدی و همکارانش چیه. خیلی زود متوجه میشن که یعنی از مثلا اواخر 53 که یکی از عوامل خیلی مهمی که در این ماجرا هست کاشانی هست و نیروهای سابق طرفدار دکتر مصدق در جبهه ملی هستن، بعضی از مذاکرات اینها همه در اونجا هست، روابط بسیار دقیقی بین کاشانی و زاهدی وجود داره که شرحش در اینها هست، یعنی هم مذاکرات خود آیت الله کاشانی
مثلا دیدار فرزندش با شاه زمانی که سعی میکنه شاه رو متقاعد کنه که حکم به نخست وزیری زاهدی بده. شاه نگران زاهدی است، نگران این که زاهدی برخود افسر قلدری، افسر پرطرفداری است و ممکنه سلطنت رو در دست بگیره. در یه زمانی حتی بهش پیشنهاد میکنن که اگر نگران زاهدی هستی، ما طرفدارای زاهدی بهش میگن، به شاه میگن. اینا همه تو اسناد هست. ما از زاهدی میخوایم که یه استعفای بدون تاریخ از پیش بده، دست شما باشه که شما هر وقت خواستی بگین که استعفا داد. بازم شاه مردده و بالاخره اونقدر وای میسه تا میتونه به زاهدی میگه که من زمانی این حکم رو میدم که بتونم از لحاظ در واقع قانونی بدم. یعنی دکتر مصدق با تعطیل مجلس که به رغم پیشنهاد دکتر صدیقی بود و به رغم توصیه سنجابی بود که هر دو میگفتن اگر مجلس رو تعطیل کنی شاه در واقع حق قانونی عزل تو پیدا میکنه، در اون زمان حکم میده. تمام اینا تو این اسناد با جزئیات هست، مذاکرات میگم این افراد مختلف هست، تنش‌هایی که در درون دولت آمریکا بوده بین مثلا CIA و وزارت امور خارجه آمریکا که چه کار باید کرد، جزئیات هم تبلیغات مطبوعاتی علیه دکتر مصدق که چجوری پول خرج بکنیم، چجوری مشروعیتش رو سعی کنیم در اخبار، در اذهان و اخبار خدشه‌دار کنیم، همه اینا چیزهاییست که قبلا هم دانسته بود ولی جزئیات خیلی بیشتری الان میدونیم. آقای دکتر میلانی، وزیر خارجه جدید آمریکا آقای تیلرسون که از او به عنوان یک نفت فروش بزرگ جهانی یاد میکنن، گفته است که سیاست ما حمایت از تغییر مسالمت‌آمیز رژیم ایران است. رکس تیلرسون میگوید سیاست کشور ما پشتیبانی از عناصری در داخل ایران است که به تغییر مسالمت‌آمیز این حکومت منجر شود. وی در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان سخن می گفت، اظهار داشت پس از مطالعه برجام توافق هسته‌ای با ایران را توافقی ضعیف یافته ایم. حالا اونش که هیچ، ولی این قضیه مثل که خیلی مهمه اگر راست بگه. بالا من راست دروغشو که نمیدونم راست میگه نه، ولی من فکر میکنم اولا اینا سیاست آقای ترامپ در زمینه ایران مثل بسیاری زمینهای دیگه هنوز دانسته نیست. در اینکه اولا آقای تیلرسون هنوز بخش اعظم کادر وزارت امور خارجه رو که مقامهای انتصابی هستن انتخاب نکرده، یعنی یه تعداد عظیمی از معاونان وزیر، مدیر کلها غایب هستند و تنها وقتی سیاست جد و اخیرا هم همین دو روز پیش گفته بوده که شاید تا سال آینده، یعنی تا چند ماه دیگه این کادر تقویت رو وارد نکنه، یعنی کادری که کمبود داره. این یه ور قضیه است. یعنی من فکر می‌کنم در درون خود کاخ سفید و بین مشاورین آقای ترامپ اختلاف نظر هست، ولی صحبتشون در مورد این دو نکتهش به نظر من جالبه که اینکه خیلی تصریح داشت بگی که ما فقط از نیروهایی که در داخل ایران هستن و طرفدار تغییر مسالمت‌آمیز هستن جانبداری میکنیم برای اینکه این تفاهم ایجاد نشه که مثلا نیروهایی در خارج هستن که به امید کمک آمریکا نشستن. ولی اون هم به گمان من اگر همین مجموعه این اسنادی که در اومده بود آقای تیلرسون میخون این حرف رو نمیزد، برای اینکه در 1952 تو یکی از این اسناد میخوندم که میگه آمریکا از هر کسی اگر دفاع بکنه در ایران اعتبار اون نیرو میرسه و میریزه و ما بهتر دفاع علنی ازش نکنیم. اینکه شما بیاین این رو بگید، خب واضحه که
کمکی به اون کسانی که میخوان در ایران تغییر مسالمت آمیز ایجاد بکنن نمی کنه. اگر سکوت در آبروش میره، بله آبروی اون شخص میره، آبروی دقیقاً. یعنی میگم تو این اسنا چندین جا این صحبت میشه که ما اگر حمایت مستقیم بکنین باعث چیز میشه. یکی دوبار شاه حتی بهشون میگه که من نمیخوام شما خیلی حمایت بکنید، برای اینکه اون دوران 54 میگم که حمایت شما باعث چیز میشه. البته کلن حداقل برای من این فرض کاملا روشنه که تغییر در داخل ایران رو فقط ملت ایران باید درش تصمیم بگیره، هیچ نیروی خارجی نه حق داره و نه میتونه به نظر من در این کار تعیین کننده باشه یا دخالت بکنه. مثلا آینده ایران رو داخل ایران و خود ملت ایران میتونن و باید و خواهند تغییر داد. دکتر میلانی، روسا گفتن که ابوبکر بغدادی در حملات روسیه کشته شده. البته اونا میگن احتمال مرگ رهبر گروه حکومت اسلامی در حمله هوایی روسیه. بله من خوندم، تا هیچ کسی غیر از روسا هنوز تایید نکرده و من فهم کنم بایستی بود. روسا هم به شرط و شروطی گفتند، خیلی قاطع نگفتند، ولی به نظر من حتی اگر درست باشه که من هیچ اطلاعی ندارم خیلی تعیین کننده نیست، برای اینکه وضعیت داعش به گمان من به طوری است که آشکارا الان از اون مرکز خودشون، مرکز محدود خودشون در عراق و سوریه خارج شدن. همین دیروز خبرش میخوندم که اینها در افغانستان اون کوههای معروفی رو که مرکز پنهان و پنهان شدن بن لادن بود از طالبان پس گرفتن. همین دیروز یک مسجد شیعیان بیگناه رو در کابل منفجر کردن. عملیاتشون در اروپا، عملیاتشون در آفریقا، عملیاتشون در عراق، فیلیپین، یه شهر فیلیپین رو همین چند هفته پیش اینا گرفتن دیگه. یعنی واقعا شوخی نداره، یه خطر جدی است. در ایران که کشتار واقعا وحشیانه ای که کردن خب یه ضربه خیلی مهمی به این ادعای امنیت رژیم. ابوبکر یک رهبر مهمی برای اینا هست، ولی به نظر من خطر داعش و نفوذش در سطح جهانی به یک مرحله رسیده که فقط یه راه حل استراتژیک دراز مدت میتونه حلش بکنه. برای اینکه دوباره برخلاف گمان خیلی ها که اینها فقط در فکر ایجاد خلافتن و اگه خلافت ازشون بگیری وامیگذارن میرن، اینطور نیست. اینا کاملا در فکر گسترش بودن، در فکر تعمیم نیروهاشون بودن. در الان در لیبی پای قدرت وسیعی دارن، در نیجریه دارن، در سومالی دارن، در سودان دارن، در مصر دارن، بخش مهمی از صنعا دست این هاست و خیلی مسئله به گمان من پیچیده تر از مرگ این شخص که به هر حال شخص مهمی بوده ولی تعیین کننده به نظر من در این ماجرا نیست. و این راه جدیتری به غیر از راه حل نظامی میتربه. یه مدتی امریکایی‌ها که در بغداد بودن گرفته بودنش. بله. بعد گفتن که از لحاظ نظامی ارزشی نداره، آزادش کردن. بله. اون زمان هنوز میدونید به این شکل داعش صورت شکل نگرفته بود، اینا هنوز بخش های در واقع انشابی از القاعده بودن دیگه. و من اتفاقا یه مصاحبه باش میخوندم در مورد همون حبسش که میگه یکی از عوامل مهم ایجاد داعش بند تو موم بود. وقتی ازش میپرسن منظورت چیه، میگه که تنها جایی که آمریکا یا چک نمی کردن وقتی ما رو آزاد می کردن
این کشای شلوار اون بود، ما تمام اسامی افرادی که میخواستیم باشون تماس بگیریم رو اون کشا می نوشتیم و می آمدیم بیرون و از این طریق تماس برقرار می کردیم و خیلی از امکانات تشکیلاتی هم طالب چیز القاعده و هم نیروهای پراکنده شده امنیتی صدام اینها رو با هم تلفیق کردن و برخی از نظامیان ارتش بعثی که آمریکا به اشتباه منحلش کرده بود از اون ترکیب این آقای بغدادی این معجون فعلی رو ایجاد کرد و بعد گسترده کرد و حالا هم که به ایران هم متاسفانه ضربه زدن و حتما ضربه های دیگه هم سعی خواهند کرد بزنن، امیدوارم ناکام بمونم ولی بعید میدونم که سعی نکنن. آقای دکتر میرانی، هر کدوم از همیهنان که با من برخورد کردن چه از داخل ایران چه در همینجا، اولین حرفی که میزنن میگن آقا این کار خودشون نبوده، همه یعنی یک نفر حتی نبوده که عکس اینو به من بگه. من اصولا به تئوری توطئه باور ندارم و فکر میکنم که اگر منظور از خودشون به هر حال دست راستی ها باشه دیگه، طرفدارای آقای خامنه ای و سپاه و اینا باشه، خب از یه طرفی این اتفاق به اونا این فرصت رو میده که به قول خودشون هجمه بکنن، تهران رو نظامی بکنن، شهرها رو نظامی بکنن، بگیر و ببند بکنن، حمله بکنن به روحانی و به اصلاح طلبان که شما سیاستاتون به اینجا انجامید. ولی از اون مهمتر بکنم، من به مهمترین ادعایی که اینها داشتن صدمه میزنه، یعنی یه ادعایی که بارها و بارها اینا تکرار کرده بودن و فکر میکنم در ذهن مردم ادعای بی اساسی نبود، این بود که مردم بعضی از محدودیت ها رو پذیرفتن به لحاظ اینکه به هر حال ایران یه امنیت داره و شبیه بغداد نیست و کارهای تروریستی درش صورت نمیگیره، ولی اونم اگر نتونن چیز بکنن خب به چشم به گمان من خیلی صدمه میزنه. ولی یه نکته هست، من اتفاقا یه نشریه داخل وزارت کشور رو به دوستی برای من فرستاد که تقریبا 2 سال پیش این نشریه از گسترش فعالیت‌های داعش در برخی از شهرهای کردستان خبر میده، اسم یکی از کسانی که در این ماجرا کشته شده به عنوان یکی از فعالین اصلی در اونجا هست، تصویری ازش هست و اینکه بعضی از فعالین محلی کرد به دولت هشدار میدن که اینا دارن اینجا یارگیری میکنن و دارن فعالیت شدید میکنن و اینکه چطور با این حال این شخص به طور مشخص تونسته از قید نظارت اینا رها بشه خیلی مشکله، این مسئله به گمان من پیچیده ایه، من جوابشو واقعا ندارم ولی بعید میدونم خودشون به قول دوستان کرده باشن، برای اینکه ضربه به بچهشون از یه طرفی براشون فایده داره، میگم حجمه هاشون رو شروع کردن، تهران رو نظامی کردن برای چند ساعتی بعد، مردم اومدن تو خیابون جشن فوتبال رو گرفتن که من به نوبه خودم به همه فوتبال دوستان تبریک میگم صعود ایران رو، ولی من باورم نمیشه، ولی خب اطلاع دقیقی هم ندارم متاسفانه. این آقای ظریف در مورد سیاست امریکا برای تغییر رژیم ایران گفته که این تصوری توهم‌آلوده. محمد جواد ظریف در واکنش به اعلام سیاست آمریکا مبنی بر حمایت از تغییر حکومت در ایران این سیاست را شکست خورده و توهم‌آلود خواند. این مقام ایرانی در یک سری نوشته های توییتری تلاش کرد پاسخ همتای آمریکایی خود رکس تیلرسون را بدهد و با یادآوری مذاکرات اتمی ایران و آمریکا به توافق میان دو کشور انجامید
اظهار داشت که مذاکره تنها راه حل است. گفته بیایم مذاکره کنیم. ببینید، یعنی سیاست های زد و نقیزی که به نظر من دولت ترامپ در خاورمیانه در همین چند هفته اخیر اتخاذ کرده، باعث میشه که این حرف آقای تیلرسون رو هم مردم بتونن با جدیت بیشتری نقد بکنن. یعنی انتخابات ایران برش خیلی ایرادها وارد بود، نظارت استصوابی، نظارت غیر دموکراتیکی است. همه اینها آقای رئیسی واقعا صلاحیت رئیس جمهور شدن نداره، بایستی در یه دادگاهی به جرم اعدام‌های اون سالها محاکمه بشه. اینها درست، ولی انتخابات بسیار جدی بود، مردم درش وسیعا شرکت کردند. 70% مردم شرکت فعال بودن در اون انتخابات. همین شبکه های مجازی به طور وسیع فعال بود. شما نمیتونید در عربستان برید بشینید و در عربستان از انتخابات ایران انتقاد بکنید. اون یه خود به نظر ثقیل میاد. در ظرف 10 روز دولت ترامپ از یه طرفی دولت قطر رو متهم میکنه که به از تروریست ها دفاع میکنن و در یه فاصله اندکی 12 میلیارد دلار بهشون اسلحه میفروشه. خب این ضد و نقیض ها رو مردم بهش توجه دارن و باعث میشه که یک انسجامی در سیاست آمریکا نبینن و بعد این صحبت ها به نظر صحبت های تاکتیکی میان که اون وقت از اعتبار یک نگاه استراتژیک در واقع محروم. به نظر میاد که حرفی زده میشه و متاسفانه خیلی به جد نمیشه گرفتش. اصولا درباره سیاست توطئه خیلی ها به اون تکیه میکنن. آقای دکتر، چگونه میشه اینو از هانز و دود؟ من فکر میکنم در نسل جدید، مثلا در نسل جوان ایران، من خیلی کمتر نشانه های اونو میبینم در همین فضاهای مجازی آدم یا مقاله هایی که ازشون میخونه. خود رژیم میدونید خیلی به تئوری توطئه باور داره دیگه. شما کمتر صحبتی از آقای خامنه ای بشنوید و در اون یه تئوری توطئه رو یه دشمن نباشه. یه دشمن فقط میدونید ممکنه شما چیز دشمن داشته باشید، ولی در پس این دشمن یه توطئه های عجیب غریبی میبینه که اینا نشستن برنامه فلان کردن، ناتو فرهنگی دارن فلان فلان. و این ولی جوان ها، نسل جوان که یه 60% جامعه ایران هستن، به گمان من خیلی تو کتشون این تئوری های توطئه نمیره. برای اینکه این تئوری توطئه روی دیگر تئوری منجی پرستی است دیگه. شما اگر منتظر یه منجی باشی، یه منجی رو دارای قدرت کامل بدونی، روی دیگرش اینه که یه آدم بدجنسی در واقع با همون قدرت منجی تمام کارا رو میتونه در دست بگیره و انجام بده. اتفاقا تئوری توطئه به نظر من خیلی جالبه. خیلی بسته بنیادش یک قائل شدن به یه قدرت عجیب غریبی برای این توطئه گرا هست که خودشون ندارن و میدونن ندارن. من یه دفعه قبلا با شما صحبت میکردم، یه سند خیلی جالبی هست در از سفارت انگلیس که میگه ما هرچی به مردم ایران میگیم ما اونقدر که شما فکر میکنین قدرت نداریم باور نمیکنن، فکر میکنن اینم توطئه ماست. ما نمیتونیم، واقعا این سند تر واقع میگه ما نمیتونیم این از ذهن مردم خالی بکنیم، خارج بکنیم که ما قدر قدرت در اینجا نیستیم. تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که اولا از این استفاده بکنیم. من خود چیز به من گفت سفیر آمریکا در دوران شاه، وقتی که میگفت میخواستم برم، به من گفتم ملت خیلی به تئوری توطئه باور دارن، فکر میکنن همه تصمیم ها رو سفارت انگلیس میگیره. میگه من گفتم خب ما میتونیم از این استفاده بکنیم، به عنوان قدرت ماست دیگه. یعنی شما وقتی به یک طرف، به دشمنتون به قول آقای خامنه‌ای، یک چنین قدرتی میدی،
خب در واقع اون قدرت داره دیگه، این قدرت رو پیدا میکنه. اون وقت میتونه آقای تیلرسون هم بگه که ما اینجا نشستیم از نیروهای تغییر حمایت میکنیم. این نسل جوون که با عقل به جهان نگاه میکنه و خودش رو یعنی واقعا فاعل سرنوشت خودش میدونه، یعنی اون خانومی که حاضر نیست زور بشنوه از مرد، چه در خونش چه در خیابون، هیچ کس ولی خودش نمیدونه، اون به طوری توته هم خیلی باور نداره دیگه. من فکر کنم به تدریج داره این قضیه هرچه مردم بیشتر میتونن بخونن، هرچه بیشتر میتونن اطلاعات دسترسی داشته باشن، تئوری توطئه کمتر چیز میشه. این به اون معنا نیست که خارجی ها توطئه نمی کنن. میدونید تئوری توطئه با توطئه کردن خارجی ها یا داخلی ها تفاوت داره. داخلی ها هم توطئه میکنن. شما کافیست هر روز اخبار ایران رو دنبال کنید، ببینید یه عده‌ای دارن یه توطئه هایی در اونجا میکنن. ولی تئوری توطئه که اینا همش خودشون یا غربی ها یا انگلیس یا روسیه یا چین ما چین کنترل میکنه، من خیلی بهش باور ندارم. چین و ماچین، ماچین کدوم کشور آقای دکتر؟ بالای چینه، من نمیدونم. من خبر ندارم. آقای دکتر، این مرگ هاشمی هنوز در خیلی از نوشته هایی که آدم میبینه چنین طرح میشه که گویا از یه مرکزی، اون مرکز معلومه کجاست، بله، دستور قتلش رو دادن. اینکه برادرش میگه وقتی من دیدمش صورتش سرخ سرخ بود بعد از مرگ، خیلی خیلی حرفا میزنن، بله، خانوادهش هم دیگران. و طرف دیگه یه نوع هاشمی زدائی شروع شده، به خصوص در اون دانشگاه آزاد. بله. چون دانشگاه آزاد به حال به دستور هاشمی شروع شد و با سرپرستی اون ادامه داشت. و آقای احمدی نژاد هم برای همین میخواست اون از دست در بیاره. بله. حالا رهبر به حال این کار کرده. بله، آقای رهبر از دستش در آورد، به لایتی حد داد. بله، حالا رادیو زمانده دیدم میگه پروژه هاشمی زدائی از رهبر جمهوری اسلامی ادامه داره. پروژه هاشمی زدائی رهبر جمهوری اسلامی از دانشگاه آزاد ادامه داره. علی محمد نوریان که از سوی علی اکبر ولایتی به جای حمید میرزاده به سرپرستی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شده، با صدور حکمی محمد امین ایمانجانی را به سمت سرپرست روزنامه فرهیختگان گماشت. یکی را انتخاب بگم، اونم چند نفر دیگر انتخاب بگم این زبیرون. بله. مفصل درباره اینکه اینا دارن چی کار میکنن. بله، خب من فهم کنم آقای خامنه هم اگر از تجربیات 20 سال اخیری کمی درس می گرفتن، به نظرم واضحه که هر کی ایشون سعی میکنن زدایی ازش بکنن، به تناسب شدت تلاش ایشون در زدایی کردن از اون شخص محبوب‌تر میشه. یعنی محبوبیت رفسنجانی یک توازی داشت با تلاش آقای خامنه‌ای در رفسنجانی زدایی. الان 7 سال تمام تلاششون ایشون کردن که مثلا آقای موسوی، خانم رهنورد یا آقای کروبی رو از صحنه سیاسی ایران بیرون کنند یا حضورشون رو کم کنند. ایشون 16 سال تمام تلاششون کردن که خاتمی رو از صحنه ایران بیرون کنند، خاتمی زدایی بکنند. خب واضحه که الان خاتمی به مراتب بیش از هر کس دیگری از جمله خود ایشون در ایران محبوبیت داره. من فکر می‌کنم فردا 2 تا تظاهرات بذارن آزاد در تهران، یکیش دعوت کننده آقای خاتمی باشه، یکیش دعوت کننده آقای خامنه‌ای باشه، خواهید دید چقدر خواهند رفت. اگر ساندیس و اتوبوس در کار نباشه به خصوص و میل خود مردم باشه،
یعنی قدرت مرکز نمیتونه این کارو بکنه. مردم حق خودشون دارن، خودشون تصمیم میگیرن کی خادمشونه و کی بهشون پشت میکنه، کی ریا میکنه، کی زور میگه. و واقعا وضع جامعه ایران از این بابت برای من خیلی امیدوار کننده است که به رغم تمام قدرت تبلیغاتی که قدرت مرکزی داره، بیت رهبری داره، سپاه داره، هر تلاشی که برای جا انداختن برنامه هاشون میکنن، برای جا انداختن یک کسی مثل رئیسی کردن، خب تمام تلاششون رو کردن دیگه، تمام امکانات مالی و مادی و تبلیغاتی و مجازی رو آوردن پشت اینکه رئیسی رو بکنن رئیس جمهور، با افتضاح باخت. تمام شواهد نشون میده که چونه زدن، چند میلیون رأیش رو بردن بالا که باختش رو کمتر چیز بکنن. حمایت نکنید، بذارید. احمدی نژاد گفته بود که حمایت آقای خامنه‌ای برای من چند میلیون رأی ریزش داشت، یادش رفته بود که حمایت آقای خامنه‌ای کل رأیش رو چیز کرده بود، ولی به هر حال یه واقعیتی است دیگه. این زدایی ها نمیشه، مردم تا خودشون نخوان در ایران به کسی پشت نمی کنن و اینها گره بر باد میزنن. البته من میدونم، من بعضی از دوستان شنیدم که مثلا کاراشون رو در دانشگاه آزاد از دست دادن برای اینکه دارن یه عده دیگری رو میارن، یه عده آدم های صالح رو دارن سعی میکنن تصفیه بکنن، ولی کوتاه مدت این کارا میشه. آقای دکتر میلانی، صحبت از بیت رهبری کردید، یکی از شخصیت های مذهبی که از ایران خارج شده میگفت که این بیت رهبری رو کوچک نگیریم، 30-40 هزار کارمند داره، از یه وزارتخونه بزرگتره. بله، من رقم دقیق تعداد کارمنداش رو نمیشناسم، ولی نمیدونم، ولی چند ده هزار، از بالای 10 هزار شنیدم، ولی واقعا اطلاع ندارم، برای اینکه به کسی حساب و کتاب پس نمیدن. ولی مقدار پولی که در دست بیت رهبری است، از حساب صد بگیرید تا بنیادها بگیرید تا تولیت ها بگیرید و شرکت های وابسته به سپاه بگیرید و شرکت های وابسته به قدس رضوی اینا بگیرید، پول عظیمی است. و با اون پول عظیم میگم، رویترز تخمین زده بود که 90 میلیارد دلار پول بدون حساب و کتاب در دست آقای خامنه‌ای کنترل میشه. با این پول خیلی کارا میشه کرد، یعنی امکانات مالی عظیمی هست. و بعدم می‌دونید، دو خط نامه می‌فرستن، مثلا فلان کس فلان حق شرکت رو می‌گیره، یا فلان کس فلان امتیاز می‌گیره، فلان کس امتیاز ازش می‌گیرن. یعنی یه جوری امکانات مالی سیاسی بی حدی و نظامی در دستشون هست، در دست بیت رهبری هست، ولی مردم رو نمی‌تونن، زورشون به مردم نمیرسه، مردم نمیتونن متقاعد کنن. که شما نگاه بکنید در انتخابات اخیر، در چند دوره اخیر انتخابات، از ناطق نوری بگیرید بیایید تا آقای رئیسی، معلوم میشه که به رغم همه این پولا مردم ذهن خودشون دارن. ناطق نوری هم شاید به همین دلیل استعفا کرد از مقام بازرسی بیت. بله، ولی گفت من میخواستم، در واقع همون حرف همگانی بود، من میخواستم که به اصطلاح حرفمو آزادانه بزنم، یعنی مخالف بوده به اون دستگاه بود. نمیدونم. بله دیگه، اگه حرف دفاع جانبدارانه داشتید که کاملا با مایه دلگرمی هم میشد.